سازمان جهانی بهداشت میگوید گرمای شدید در نیمکره شمالی طی روزهای گذشته فشار مضاعفی را بر نظامهای درمانی وارد کرده است دبیر کل این سازمان از سالمندان نوزادان کودکان و افراد فقیر و بیخانمان به عنوان گروههای آسیبپذیر در برابر موج گرمای شدید یاد کرد به گفته سازمان جهانی بهداشت عدم کاهش دمای هوا در طول شب به طور خاص می تواند برای انسان خطرناک باشد زیرا بدن امکان بازیابی شرایط عادی خود را پس از یک روز گرم نخواهد داشت امری که می تواند منجر به افزایش حملات قلبی و مرگ شود ساکنان مناطق مختلفی از قاره های اروپا آسیا و آمریکای شمالی طی روزهای گذشته با موج گرمای شدید روبرو رو هستند دانشمندان موج گرمای شدید کنونی در نیمکره شمالی را نتیجه تغییرات آب و هوایی و پدیده ال نینو میدانند در همین حال نشریه فارن پالیسی با نشر گزارشی تحقیقی گفته که جهان در مسیر افزایش فجایع آب و هوایی در حرکت است به گفته این نشریه، تأثیرات تغییر اقلیمی امسال ام جهان مرگبار بوده و تنها در حدود یک هفته اخیر هزاران نفر در سراسر جهان برای فرار از بلایای مرگبار زیست محیطی مجبور به ترک خانه های خود شدند.